یک کسی جدیدن، یک کسی از طلبه ها آمد به من گفتش که طلبه خیلی نزیهی، یعنی همین الان شاید 18 سال عمرش باشه، از 13 سالگی طلبه شده، از اون طلبه های نخبه که تو از مثلا 5000 تا طلبه هم یکی اونجوری نمیتونی پیدا کنی در تقوا و در ورع و در خوبی. آمد به من اصرار که آقا فلانی رفیقتون، همین که عرض میکنم که اینجوری گریه میکرد، این چجوری این حالو به دست آورد، چی شد؟ گفتم آقا برو پیکار دست از سر ما بردار. چندی پیش آمد گفت که آقا شما به من نگفتید، من خود اون آقا رو خواب دیدم، بهش گفتم که آقای فلانی شما این سوز تو از کجا به دست آوردی؟ اون هم یک لبخندی زد گفت برو بابا من پدر سوزم. گفت بازم برای من حل نشد، چون ایشون گفتش که اصل سوز منم، اما بالاخره این سوز از کجا آورد؟ گفتم اینقدر که تو دنبال این حرف هستی، الان 2 سال من راه نمی کنی که فلانی این سوز از کجا در آورده بود؟ بهت میگه بله، اون آقا رفیق 10 ساله بنده بود، به من گفت من تو دبیرستان حرافیم خوب بود مثل بنده، من تو دبیرستان هر که انشان انشان من رفتم جا سخنانی میکرد، حرافیم خوب بود. یک روز از ایام نیمه شبان از بچه های کلاسمون خواستم که بچه ها بیاید یک کاری بکنید، بیاید من براتون از امام زمان صحبت کنم. هر روز که مدرسه تعطیل میشد توی حیات، اونم کجا، اهواز، عصر که هوا خنک‌تر بود، یک صندلی میگذاشتن، من بچه 16 17 ساله راجع به امام زمان صحبت میکردم، بچه‌ها مثلا 40 50 تا مینشستن. من عکس اون مجلس رو دیدم که این در سن 16 15 سالگی برای بچه‌های همسن سالش راجع به امام زمان صحبت میکرد. چی شد که خودش تو اون شعر میگه زان شبی کن در این دل افکندی مهر خود جمله در ثنای تو، و به من که رفیق صمیمیش بودم گفت اون شب قسم خوردم از فردا هر روزی یک نفر رو عاشق میکنم و میارم در خانه‌ت، حالا که با ما این کارو کردی. چی شد که این آتش به دلش افتاد؟ خواه میگم ما چقدر نزدیکیم و چقدر دوریم. ما خیلی نزدیکیم به حضرت ولی عصر، خیلی دور. بعد نزدیکی رو این عرض میکنم که ایشون میگفت اونجا یک روز شروع کردم راجع به امام زمان صحبت کردن، یکی از این بچه های 15-16 ساله دبیرستانمون که نشسته بود کنار منبرم نبود صندلی، شروع کرد به گریه کردن، گریه کم کم سرشو گذاشت روی زمین، هق 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 زار میزد، همه هم به گریه او گریه میکردن. منبرم من تموم شد، روزم خوندم تموم شد، بچه ها بلند شدن یکی یکی با من روبوسی کردن رفتن، این هنوز سرش روی چی بود؟ گریه میکرد. همه رفتن این گریه میکرد، 1 ساعت گذشت این گریه میکرد، دیگه داشت بیهوش میشد. بعد از 1 ساعت من بلندش کردم گفت چته؟ معلوم شد که در تمام این مدت جان جانان اینجا نشسته بودن و این میدیده است. بعد ایشون میگفت او که گفت من یقین کردم مطلب این بوده، چون حالش انقدر خراب بود. دایی بر تو بودم چه بچه 15-16 ساله مدرسه، من آتیش گرفتم که وای بر من، داشتم از تو صحبت میگردم تو اینجا نشسته بود، انقدر تو نازنینی، انقدر تو عزیزی، انقدر تو مهربونی، چه 50 تا جوان نشستیم توی مدرسه بود راجع به تو صحبت کنیم، خودت آمدی نشستی. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند.